با یاد و نام خداوند متعال، هموطن و عزیز سلام. بیننده برنامه خودتان خبرنامه هستید از پایتخت همیشه زیبا کابل جان. طالبان و شله گرفتن توافق صلحشان با امریکا. خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان دیشب با هیئت‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان هر دویشان در دوحه قطر برای امی حل اختلافات ملاقات کرده که البته جزئیات دیدار مثل همیشه هنوز روشن نیست. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگه که در این دیدار تاکید شده که با توافق نامه امضا شده میان امارت اسلامی و امریکا هر دو طرف متحد بمانند. ببینید، در ملاقات تاکید شد تا هر دو طرف با توافق نامه که میان امارت اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا در دوحه امضا شده التزام داشته باشند و برای عملی شدن بهتر و بیشتر آن سعی ورزیده شود. بله، اما چرا توافقنامه صلح امریکا و طالبان برای طالبای کرام تا این حد مهم است؟ من از همین خاطر رفتم متنی را که به نام همین متن توافقنامه شناخته میشه را پیدا کردم و خواندم. چیز خاصی به واقع در اون نیست غیر از بخش سومش که در اونجا امریکا در دو جای به صورت مشخص از دولت اسلامی جدید بعد از توافق بین الافغانی یادآور میشه. همون رقمی در تصاویر هم میبینید، تنها کلمه مهم کلمه جدید است، دولت جدید. حالا فهمیدید که چرا طالبان قد شله همون شاهکارشان هستن؟ بله، دولت جدید باید بیاید. از همین طریق هم میشه که برداشت بکنیم که چرا حلقاتی در درون حکومت در این قسمت ممکن است سنگ اندازی بکنن، چرا که باید همین دوره 5 ساله حکومت فعلی ختم شوه. اگر که ختم نشوه، اگر که به یک ترتیب توافقات بیاید، خب دولت جدید طبیعتاً باید ساخته شوه و این 5 سال برباد میره. بربادی در سایه آتش بس و صلح. خدمت هر شود که وزارت امور داخله اعلان کرده که گروه طالبان در جریان 2 هفته گذشته، دقت بکنید 2 هفته گذشته، بیش از 650 حمله تهاجمی را اجرا کردند و در این مدت طالبان کرام 86 حلقه‌ماین را هم جاسازی و منفجر کردند که در این حملات و انفجارهای طالبان کرام 210 تن از هموطنان ما و شما یا راهی بهشت شدند یا زخمی و در راه بهشت هستند. بله، من فقط نمی‌فهمم که در ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ما چه خبر است. البته سخت هم هست هموطن عزیز که آدم بتونه رفتار دشمن پیش بینی بکنه، بلخص وقتی که از یک طرف روبرو کدشان شیشته باشی و صحبت از صلح و دوستی و آیس کریم خوردن باشه، بخیر از اون طرف هم 650 حمله رو ترتیب بدن. فعلا فکر میکنم که استراتژیست های ما در حال تهیه آیس کریم هستن که بخیر انشالله بعد از ای که صلح شد برای طالبای کرام هدیه بتن. زنده باشید دولت مردای ما. اما کش رسانه‌ای سرپرست وزارت معارف. خدمت هر شود که امروز روز جهانی معلم بود و در کشور از این روز تجلیل شد. البته اصلی همون روز معلم ماه جوزا است. خب امسال همین کرونا بود که کل چیزها رو گرد و بد ساخته، مقصد حالا برگزار شد. خیر، مقصد برگزار شد و سرپرست صاحب وزارت معارف هم محفلی گرفته بودند که بیا و ببین، تا حدی که باعث زحمت و قار شدن جناب سرپرست وزیر شد از خاطر امیر رسانه ها. ببینید حت میکنه این جناب خدا، مطبوعات ما زیاد است، هی جای نیست. فیلن تشریح کردم ای است که امی چوکی که بسیار به کیفیت ترین چوکی باشه. اگر ما امرای ای چوکی ادبانه پیش بریم، یعنی که از چوکی استفاده چوکی کنیم، تعلیم فقط در 12 سال که ما در مکتب می باشیم از صنف اول تا 12 نیست و امی فرهنگ ایسته ایسته باید بخیر ما در افغانستان مروج بسازیم. دست نزنیم برادر. خب البته این هجوم و آمدن تمام رسانه هایی بود که ببینن که گل سرسبد معارف افغانستان چه خواهد گفت، چرا که خبرنگاران به واقعیتش به دنبال یک چون روزها و یک چون فرصت هایی هستند. بلخصی که قرار هم هست که یک چند وقت دیگه پارلمان به همی نامزد وزرا رأی هم بتن، ولی لذا بهترین فرصت است که بیایند و طرحهای کاندیدا را بشنوند و سرش بتونن تبصره بکنن. اما جناب سرپرست وزارت معارف آب پاکی را سر دست همه ریخت
من خودم شخصا سخنرانی بیش از نیم ساعت ایشان را چند بار گوش کردم که بفهمم این پلان برای وزارت معارف چی است و از ابتدای صحبت تا آخرین بخش صحبت یک کلام در مورد همین طرح و برنامه ها صحبت نکردن. اما تا دلتان بخواهد در مورد سیر تکاملی بشر و معارف و ادب صحبت کردن. مثلا در دقیقه 4 از همون ابتدا از حضرت آدم شروع کردن. ببینید تبو که چی بیانه که دنیا چی مدرن است والا تاریخ و جغرافیا د خلق لش تغییر وکي مدرنتی را لاله تقریبا یو 200 کال مخکی خلق داس یو فکر وکي چې مکتب یعنی تعلیم. اما که موږ د آدم علی السلام سو ګورو د نن ورځې پوری تعلیم ګرځوم ور د مکتب په وجود کې نه و. بعد هم در دقیقه 7 و 6 رسیدن به طفل و نوزاد تا صنف 12. ببینید الحمدلله مسلمانان یو او په دې باور لرو چې وخت چې یو ماشوم په دنیا کې په نړۍ کې راځي او طفل امرای یک فطرت خدایی میآیه. دې ایمان داریم که یک طفل که به دنیا میآیه روحش خداوند جل جلاله پیش از پیش جور کده و او طفل به این دنیا خالی نمیآیه. در دقای 11 تا 12 صحبت هایشان هم از دوره ابتدایی به بعد را دوباره اشاره کردن. در معارف یک متاسفانه یک فکر هست وجود داره که وقتی که طفل به ما آمد مغزش خالی است. ما فقط در 12 سال که طفل امرای ما هست مغزش پر میکنیم. و در نهایت در دقیقه 22 تا 23 به جواب ای رسیدن که معلم چی هست؟ نظمش ساینس نن راتوایی چی اول وقت مهم وقت در پیدایش تا در 2 کلن پردی بیا در 2 کلن سه در 1 کلن پوری دریم دوره در 1 کلن سه در 14 کال پوری چی ماشون بلوغ تا دی او بیا څلورمه دوره در 14 سه در 21 کال پوری چی یو انسان مکمل انسان غټ حسابیږي. خب طبیعتاً این روند باعث شد که هزار از این همه معلومات مشعوف شوند و به بحث پیرامون او بپردازند که چه چیزها که نشنیدند در این صحبت‌ها و طبیعتاً از صاحب سخن غافل شدند گویا. ببینید بل شاگرد سرولری متاسفانه به نسی پیدا کولی فکر کن که خبری مو جالب نی بله. این هم برداشت یکی از هزار از صحبت های جناب سرپرست وزیر معارف گل سرسبد معارف. معلمینی که در گوشه و کنار در روستاهای افغانستان تدریس میکنن اما با مزد کم با مشکلات زیاد با کوله باری از چالش ها سخنرانی که وزیر صاحب امروز داشتن متاسفانه یعنی پیامی نویدی برای معلمین داشته باشه قطعا نداشت و من تاسفم به این میخورم که باید یک وزیر با زبانهای معلم ها سخن بگوید و قوی سخن بگوید که متاسفانه امروز ما چند چیز را مشاهده نکردم و معلمینی که در چهار اطراف ما در محور ما بودن اونجا نگرانیشان اعلان کردن که ما پیامی نداریم یعنی پیامی که امید به تبرشان برای آینده معلمین برای آینده دانش آموزان متاسفانه که چنین چیزی نبود. با اراده محکم و استوار برای یک فردای روشن برای دانش آموزان افغانستان برای فرزندان افغانستان کار بکنن اما چشم داشتی که از وزیر داشته باشن قطعا چنین نیست. اما یک نقل هم برای وزیر معارف. خب خبر دارد که جناب سرپرست وزیر معارف چندان تجربه زندگی در افغانستان نداشتن. خورترکی بودن مهاجر شدن و 17 سال پیش پس آمدن و یک مکتب خصوصی جور کرده بودن و گفته خودشان به دری و پشتو نوشتن نمیتونن. خودشان یک وقت در رسانه ها گفته بودن خب چرخ روزگار چرخید و ایشان شد سرپرست وزارت معارف ما. لذا طبیعتاً با بسیار از اصطلاحات ما و شما آشنا نیستن. مثلا یک نمونش اینمی نیورون است که نورون است معادل فارسی و پشتویش. ببینید که موږ جامعه د دې ماشوم دغه اول 2 کاله ښه پروریش ورکو هغه ټول هغه نورانس وبخښي چې په دري پښتو نه پوهېږم خو دا یو ساینټیفیک انګلیسي لغت دی هغه نورانس چې په مغزو کې یا اجرې چې یو د بل لینک سره خوري. بله جناب سرپرست معارف اینی هم نقل برنامه خبرنامه که نیورون یا نورون را ما برش میگیم که رشته عصبی و یک نقل دیگه هم که
خیلی مهمتر است، نام خدا چندین مشاور دارد که همگی هم دلارکی هستن. مشاورین در افغانستان خب هیچ کدامشون به پیسه افغانی کار نمیکنن. همونا رو بدید که یک متن سخنرانی براتون بنویسن. چه حسنش بگفتی خوبش نیست بگوی. اما با این حال جناب سرپرست معارف دلسوز هستنشان به واقعیت. یک خاطره گفتن که برای معارف افغانستان سرمشق است، هرچند ساده است مثل مثالشان، اما واقعیت تلخ جامعه ما هم هست که حتما او را تجربه کردید. ببینید. خورای محترم و برادرای محترم، من در عروسی ها محفل های مردانه نمیرم که در اونجا چی حالت است، مگر در جایی که من میرم از خانم ها امی یک پرسان از خود کنیم. در محفل عروسی میرم، لکس مفشنگ جای جور کده مصرف کده، بیچاره مردم بسیار زیاد پول سر عروسی ها ما مصرف میکنیم. و که نان خوردم، چون که جای دشوی یک کم دورتر است، ما همی او میگیریم قرار دستای خود دمی زمین میشویم و باز دستار سر همی سرمیزی که ماندم در او خشک میکنیم. ادب اسلامی همی عمل قبول نمیکنه. و اگر امروز ما مسئول معارف افغانستان اینمی ادب اخلاق هر نامی که میتن ما به طفلای خود به جامعه خود یاد نمیتن، گناهکار پس ماستم. اما در این روز مقدس و روز معلم تروریست‌های کرام هم گویا بیکار نبودن و از این روز می‌خواستن تجلیل بکنن، چرا که پلیس کابل میگه که در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل یک حلقه ماینه که از جای دور می‌شده گروه کنترل بکنید، در عقب یک موتر یک مکتب خصوصی برای هدف قرار دادن جشن روز معلم جاسازی کرده بودن و کشف و خونسا کرده پلیس، و به گفته ایشان تروریست ها میخواسته که با استفاده از این ماین جشن روز جهانی معلم را هدف قرار بدن. بله، زنده باشه تروریست های کرام. اما جناب رئیس جمهور چندان به اطلاعات واصله باور نکنید. خدمت هر شود که دیروز جناب رئیس جمهور در دیدار از ولایت پکتیا یک حرفی را زدن که بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، بلخص در شبکه‌های اجتماعی که گفتن که افغانستان کلش گویا جور کردن. باور بکنید. د کلیو پراختیا وزیر صاحب تم یو ډیر لوی پیغور ورک کورم آباد، دا پیغور خپل ورځ ما ورکړی. دا هغه ورځ نور توې دی او ستاسې اجازه ده چې مل مخ ټول افغانستان جوړ کړ. ام دا تا باندې څه سوي دي چې لوی پکتیا ته توجه نه کوي؟ ما خو ټول افغانستان جوړ کړ، جوړ مې نه کړ. نو اوس وخت د دې رسېدلی چې لویه پکتیا ته واقعا توجه وشي او پکتیکا ته له ټول نه ډېر تر. هموطنان عزیز، شما هم باور بکنید که امروز من شخصا مطمئن شدم که به جناب رئیس جمهور اصلا از احوال ملت خبر دادن نمیشه، یا اگر که دادن میشه چندان موثق نیست. رئیس جمهور در قرنطینه قرار دارن و از حال ملت دقیقا آگاه نیستن. هر خبری هم که برشان رسیده چندان راست نبوده. شاید ایشان فکر بکنن که آرد اعمال بوجی 800 افغانی باشه، یا که روغن قوطی 400 افغانی، یا که کچالو سر 50 افغانی باشه، و حتما شاید برایشان گفته باشن که امی تونل دوم سالنگ هم کارش خلاص شده و مسیر کابل هرات امن است و شاهرهای چهار سرکه جور شده و مهاجرین هم در حال بازگشت به وطن هستن. باور بکنید که رئیس جمهور اگر که از حال ملت آگاه می بود، شاید این رقم لاف آبادی کل مملکت رو نمی زدن. اما آخر عاقبت موبایل های دزدی، خدمت هر شود که کسانی که موبایل دزدی میکنن خب به یک طرف میمانیمشان. اصل گپ ما با هموطنایی است که میرند و موبایل آخرین مدل را به قیمت نیم یا یک سوم قیمت اصلی از بازار میخرند. باور بکنید که این موبایل ها خودتان خبر دارید که دزدی است، منتها بدانید که آخر عاقبت ندارد. اینی هم سرنوشت یک موبایل دزدی. دو کاریکاتور زیبا هم تقدیم شما.
از اینکه با برنامه خودتان همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت شما خوش.